در مورد مهندسی معکوس تا حالا شنیدی؟ میگن عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، همین جریانه. توی این ویدیو قراره بریم سراغ یکی از جذابترین و مرموزترین بخشای صنایع نظامی ایران، جایی که با استفاده از مهندسی معکوس سلاح‌ها و تجهیزات مختلف رو میسازن، از جنگنده‌های پیشرفته گرفته تا موشک‌های قدرتمند و پهپادهای انتحاری. این ویدیو پر از ماجراهای هیجان انگیزه. با من تا انتهای ویدیو همراه باش تا به اسرار این کار ایران پی ببری. اصلا مهندسی معکوس چیه و چرا مهمه؟ مهندسی معکوس یعنی استفاده از تکنولوژی‌های موجود و نمونه‌های خارجی برای ساخت نسخه‌های بومی و حتی ارتقاء اونها. ایران به خاطر تحریم‌ها و محدودیت‌های خرید این روش رو در صنایع نظامی خودش به طور گسترده به کار گرفته. اما خب این کار اصلاً راحت و ساده نیست. مهندسی معکوس نیاز به تخصص فنی و دانش بالایی داره. ایران تونسته با استفاده از این روش بخش بزرگی از تجهیزات نظامی مورد نیازش رو خودش تولید کنه. یکی از اولین نمونه‌های مهندسی معکوس در ایران مربوط به جنگنده‌های صاعقه و کوثره. ایران در زمان قبل انقلاب جنگنده‌های F-5 را از آمریکا خریداری کرده بود. با گذشت زمان و محدودیت دسترسی به قطعات و تجهیزات، متخصصین ایرانی دست به کار شدند تا با مهندسی معکوس نمونه‌های مشابه بومی این جنگنده‌ها را بسازند. صاعقه نسخه‌ای از همون F-5 که تغییراتی در طراحی و تجهیزاتش ایجاد شده. از جمله سیستم‌های الکترونیکی و راداری که بروز شدند. بعد از اون جنگنده کوثر ساخته شد که باز هم با الهام از F-5 ساخته شده، اما با تکنولوژی‌های بومی مثل کابین دیجیتال و سیستم‌های الکترونیکی پیشرفته. اما داستان مهندسی معکوس ایران در زمینه موشکی خیلی جالبه. ایران در دهه 80 میلادی موشک‌های اسکاد را از کره شمالی و لیبی خرید. بعد از بررسی دقیق این موشک‌ها و با استفاده از تکنولوژی بومی، موشک‌های شهاب را تولید کرد. شهاب 3 به عنوان یکی از مشهورترین این موشک‌ها برد و دقت بسیار بالایی دارد. ایران حتی نسخه پیشرفته‌تر از اسکاد را تولید کرد که به نام موشک قیام شناخته میشه. این موشک بدون بالکه که همین بدون بالک بودن باعث کاهش وزن نهایی اون شده و همین ویژگی میتونه پرتاب سریع تری رو باعث بشه و قدرت مانور بهتر. تازه این کار باعث کاهش بازتاب راداری اون هم شده و انبارداری و حملش هم راحت تره. موشک قیام یه موشک بالستیک با سوخت مایعه و البته نخستین موشک بدون بالک ایران. یکی دیگه از موارد جذاب مهندسی معکوس زیردریایی کوچیک کلاس قدیره. این زیردریایی‌ها بر اساس طراحی زیردریایی یونو ساخت کره شمالی ساخته شدند. ایران بعد خرید این زیردریایی‌ها از کره شمالی دست به مهندسی معکوس زد و زیردریایی قدیر رو تولید کرد که کاملاً با شرایط خلیج فارس و آب‌های کم عمق سازگاره. قدیر به دلیل اندازه کوچیک و قدرت مانور بالا برای عملیات‌هایی که نیاز به استتار و حمله ناگهانی داره خیلی مناسبه. تانک ذوالفقار هم یکی از پیشرفته‌ترین تانک‌های تولید ایران محسوب میشه که با مهندسی معکوس از تانک‌های M60 آمریکایی و T-72 روسی طراحی و ساخته شده. این تانک مجهز به سیستم‌های زرهی پیشرفته و سیستم کنترل آتش مدرنه. در نسخه‌های جدیدتر قدرت حرکتی و مقاومت زره هم بهینه شده. این تانک نشون میده که چطور ایران میتونه تکنولوژی‌های مختلف رو ترکیب کنه و به یک نمونه بومی تبدیل کنه. این همون موضوعه که میگن خلاقیت آدما توی شرایط سخت بروز میکنه. حالا بریم سراغ موشک‌های کروز ضد کشتی نور و قادر. این موشک‌ها با الهام از موشک‌های چینی C-802 ساخته شدند. نور نسخه اولیه این موشکه که قابلیت‌های بالایی در هدفگیری اهداف دریایی داره و میتونه از ساحل یا کشتی‌ها شلیک بشه. موشک قادر نسخه ارتقاء یافته نوره که برد بیشتر و دقت بالاتری داره. این موشک‌ها به دلیل توانایی بالا در دریا نقش مهمی در تقویت نیروی دریایی ایران دارن. مورد آخری که میخوام در موردش بدونی پهپادهان که یکی از موفقیت‌های بزرگ ایران در مهندسی معکوس هست.
پهپادهای سری شاهد به ویژه شاهد 129 و شاهد 136 با الگوبرداری از پهپادهای خارجی مثل پهپادهای اسرائیلی و آمریکایی ساخته شدند. شاهد 129 یک پهپاد شناسایی و تهاجمیه که قابلیت حمل سلاح و پرواز طولانی مدت داره. پهپادهای مهاجر هم از دیگر نمونه‌های موفق بومی سازی شده ایرانن که برای عملیات‌های شناسایی و نظارتی به کار می‌رن. ایران حتی پهپاد آرکیو 170 آمریکایی رو سال 2011 شکار کرد و با استفاده از تکنولوژی اون پهپادهای بومی بیشتری ساخت. مهندسی معکوس یه روش پیچیده و هوشمندانه است که نه تنها در ایران بلکه در اکثر کشورهای تراز اول دنیا اجرا میشه و ایران با استفاده از اون تونسته به خودکفایی نظامی بیشتری برسه. نظرات تو در مورد ایران و مهندسی معکوسش توی کامنت ها میخونم. حالا که تا اینجا یه ویدیو رو دیدی، پس لایک کن و کانال رو برای ویدیوهای جذاب بعدی سابسکرایب داشته باش و ویدیویی هم که روی صفحه نمایش داده میشه ببین. ممنون از همراهی تا آخر این ویدیو.